به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. بعضی از افرادی که برهان علیت رو تقریر میکنن، علاوه بر این که ثابت میکنن علتی وجود دارد که جهان هستی رو به نوعی وجود بهش بخشیده است، میخوان این نکته رو هم ثابت بکنن که اون علت نامتناهی است، یعنی یکی از صفات خدا رو هم میخوان برای خدا با این برهان اثبات بکنن. چطور این کار رو انجام میدن؟ اینها میان برهان رو به گونه دیگه تقریر میکنن. مقدمه اول برهان میگن هر چیز محدود و متناهی معلول است. ما این مطلب رو قبول نداریم و نمیدونیم اینها بر چه اساس این ادعا رو کردن، ولی خب ادعایی است که مطرح کردن و گفتن هر چیزی که محدود و متناهی باشد معلول است. خب واضحه که اگر کسی این ادعا رو بپذیره، پس علت العلل، یعنی اون علتی که دیگه در نهایت علتی نخواهد داشت، باید نامحدود باشه، نامتناهی باشه، چون طبق همین گزاره اگر محدود و متناهی باشه باز باید یک علتی برای اون پیدا بکنیم، و چون که تسلسل رو ما فرض میکنیم که محال باشه و غیر ممکن باشه، لذا باید علت العلل، یعنی آخرین علت، نامحدود باشه. ولی خب این گزاره رو چطور این عزیزان بیان کردن؟ ظاهرا اینها همون تصور ماده و صورت رو که ارسطو بیان کرده بود در مورد جهان هستی دارن، یعنی ادعا میکنن که موجوداتی که ما مشاهده میکنیم یک ماده ای دارن و یک صورتی. اون صورت رو هم اینگونه تصور میکنن که یک ماده ای بوده و یک نفر اومده این ماده رو شکل داده و محدود کرده و به این شکلی که الان هست در آورده، و نمیتونن تصور بکنن که یک چیز محدودی خود به خودی یا با توجه به ذات خودش در یک شکل شمایل خاصی شکل گرفته باشه. مثلا اینها نمیتونن بپذیرن که یک پروتون که حجم خاصی داره و جرم خاصی داره و به نوعی میشه گفتش که متناهی و محدود هست، این خود به خودی به این شکل و حجم در آمده باشه. اینا میگن که حتما یک محدود کننده ای از بیرون آمده و پروتون رو در این حجم محدود کرده، یعنی ماده پروتون رو اومده در این حجم قرار داده و اجازه نمیده که این ماده از این مرز فراتر برود. خب این یک ادعاست، یک ادعایی که بر اساس یک جهانبینی خاصی شکل گرفته. یک برهانی هست، برهان محدودیت، ما این رو بعداً بحث خواهیم کرد. اون برهان بحثش مفصله و به برهان علیت هم ارتباطی نداره، بعداً ما برهان محدودیت رو با هم دیگه مفصل بحث و گفتگو خواهیم کرد. ولی حالا فعلا در اینجا ما این مقدمه رو نمیپذیریم و در نتیجه این برهان رو هم که نامتناهی بودن علت اولی باشه نمیپذیریم. اما فارغ از این که حالا این برهان صحیح باشه یا غلط باشه، این سوال مطرح میشه که بالاخره علت العللی که ما الان قبول داریم آیا واقعا متناهی هست یا نامتناهی؟ اصلا آیا ما چیزی به نام علت العلل داریم یا نه؟ ظاهرا اگر شما بخواید علت ها رو پیگیری بکنید و به انتها برسید، در نهایت ما به فضا زمان، به قوانین فیزیکی میرسیم و خود فضا زمان و خود قوانین فیزیکی هم از روی ماده انتزاع شدن، یعنی اگر ماده‌ای در کار نباشه نه قانون فیزیکی هست و نه فضایی هست و نه زمانی. در واقع فضا و زمان و قوانین فیزیکی که روی ماده تعریف میشن اینگونه نیستن که اینها وجود داشته باشن و بعد ماده بیاد درون اونها و در سیطره اونها قرار بگیره، نه، اینها از ذاتیات خود ماده هستن و میشه گفتش که اگر ماده نباشد قوانین فیزیکی هم در کار نیست و به نوعی میشه گفت ماده علت قوانین فیزیکی است. به هر حال اگر ما ماده رو علت العلل یا علت اولی همه چیز در نظر بگیریم، این سوال سوالی است که جای مطرح شدن داره که آیا ماده جهان هستی نامتناهی است یا محدود و متناهی است. تصوری که من دارم از جهان هستی اینه که ماده جهان هستی باید محدود و متناهی باشه، و تصور کردن چیز بی نهایت، یعنی بدون حد، یک مقداری برای ذهن ما انسان‌ها دشواره و تبعات زیادی هم خواهد داشت. به هر حال این مطلبی بودش که بیان کردن و سعی کردن با برهان علیت نامتناهی بودن علت اولی رو اثبات بکنن که نتونستن این کار رو انجام بدن، و ما خودمون هم که مشاهده میکنیم ظاهراً علت اولی جهان هستی نامتناهی و بی نهایت نیست و محدود هست. به هر حال از این نکته که بگذریم، چند نکته دیگه هم هست که اینها رو هم به تناسب مطرح میکنم تا بحث برهان علیت رو در همین جلسه به صورت کامل بتونیم خاتمه بدیم. مبحث اول در مورد علیت، علت نماست. یعنی شما فرض میکنیم که صدها بار یک پدیده بعد از پدیده دوم اتفاق افتاد، از کجا فهمیدید که اون چیزی که دوم هست معلول است و اون چیزی که اول هست علت است؟ از کجا فهمیدید که اولی داره علت دومی واقع میشه؟ آیا صرف این که چند تا چیز پشت
سر هم اتفاق بیفته حتما علیت رو میرسونه. اینو من چند جلسه قبل هم یه اشاره مختصری بهش کردم. بعضیا اومدن با استفاده از این سوال سعی کردن که برهان علیت رو رد بکنن. واقعا نیازی به این کار نیست. برهان علیت چیزی رو ثابت نکرد که بخواد با این روش رد بشود. ما از تکرار معنادار یک پدیده بعد از پدیده دیگه حقیقتاً چیزی رو متوجه میشویم. حالا نه اینکه اولی علت دومی است، ولی اینکه اولی و دومی با هم دیگه مرتبط هستند و شاید اینکه هر دو معلول علت سومی هستند. به هر حال این همزمانی معنادار برای ذهن ما انسان‌ها معنا دارد و نمی‌شود گفتش که چون که ما تو یک آزمایش برای شما این کار رو انجام میدیم و 100 بار چیزی رو بدون اینکه به چیز دیگری ربط داشته باشه پشت سر هم تکرار می‌کنیم، پس هر چیزی که دیدیم بعد از هر چیز دیگری داره تکرار میشه، پس اون چیز هم یک چیز بی ربطی ممکن است باشد. نه، این حرف ما نمیتونیم بپذیریم. نکته دومی که می‌خواستم امروز برای شما بحث بکنم، بحث ضرورت علی و معلول است. اینا میان میگن چی؟ میگن که هر وقت علت تامه یک چیزی به وجود بیاد، وجود معلول هم ضروری و حتمی است. علت تامه جلسات اول علیت براتون بیان کردم تعریفش رو. گفتم بعضی از علت‌ها رو میگن علت ناقصه، یعنی که اگه نباشه اون چیز به وجود نمیاد، ولی اگر باشه هم لزومی نداره که اون چیز به وجود بیاد، ناقصه. باید چند تا چیز دیگه زمینه بشن تا اون شی به وجود بیاد. ولی علت تامه چی بود؟ مثل نیرو در مقابل شتاب. اگر نیروی باشد برای نیروی باشد، شتاب حتما به وجود میاد، دیگه به چیز دیگری احتیاج ندارد. حالا اگر ما فرض کنیم که علت تامه‌ای وجود دارد و نیرو و شتاب مثال خوبی باشد، اینا میگن که علت تامه اگر باشد وجود معلول ضرورت خواهد. اینم ادامش میگم و تا زمانی که علت تامه نباشد معلول هرگز به وجود نخواهد آمد. ما مثال هایی رو میتونیم داشته باشیم که علت تامه نداره و چندین علت ناقصه اومدن دست به دست هم دیگه دادن و یک چیزی رو به وجود اومدن، مگر اینکه شما بیاین بگین مجموعه اون چند علت ناقصه رو اسم شما میذاریم علت تامه. اگر همچین حرفی رو بزنید بسیار خوب، این هر حرف درستی میتونه باشه که تا زمانی که علت تامه نباشه معلول هم به وجود نمیاد. خب اسم اینو میذارن ضرورت علی و معلول، یعنی اگر علت باشد معلول ضرورتاً به وجود می آید علت تامه، و اگر علت نباشد معلول ضرورتاً به وجود نمی آید. اینش رو یه مقدار اجازه بدید که ما با هم دیگه بعدن بحث میکنید. آیا ممکن است معلول از علت دیگری به وجود بیاید یا نه؟ یعنی فرض کنید آیا ممکن است که یک معلولی علت الف داشته باشه و الف نباشد؟ آیا این معلول ما به مثلا میتونه از علت دیگری که جیم باشه هم به وجود بیاد یا نه؟ این رو اجازه بدید بحثش مفصل یک زمانی اگر وقت شد خدمت شما عرض بکنم. اگرم وقت نشد بحث مهمی نیست، بهش نمیپردازیم. فعلا ضرورت علی معلولی برای ما نه چیزی رو ثابت میکنه نه چیزی رو رد میکنه. یه بحث دیگه باز مطرح میشه در بحث علیت. بحث علیت بحث مفصلیه، ولی خب همش بحثای بیفایده است. بحث سنخیت علی و معلولی. میگن که بین علت و معلول نوع سنخیت وجود داره. بعد مثالایی میزنن، مثلا یه آدم خوب همش کار خوب میکنه، آدم بد همش کار بد میکنه. خب مثالش مثالای سطح بالایی نیست از لحاظ معرفتی. و حالا یه گزاره میگن، این گزاره شاید قابل تعامل باشه، میگن علل مشابه همواره معلولات مشابه دارن و معلولات مشابه همواره از علل مشابه صورت میپذیرن. این رو من نمیدونم منظورشون از معلولات مشابه چیست، ولی شاید مثلا تصور میکنه که مرغ همیشه تخم مرغ میذاره و تخم مرغ همیشه شبیه همدیگه است و هر چیزی هم که شبیه تخم مرغ باشه اون کسی که اون رو گذاشته باید شبیه مرغ باشه ظاهرا، حالا مثلا یا مرغابی است یا قاز یا قوه. خب مثال ها خودتون متوجه میشید که خیلی عرفی است و تمساح هم تخم میذاره به هیچ وجه شبیه مثلا مرغ نیست، یا ممکن مرغ غیر از تخم مثلا چیزهای دیگه‌ای هم مثلا مدفوع هم از او خارج بشود. حالا بالاخره علت مدفوع هم مرغ هست، یعنی که شما نمیتونید این کارو بکنید. یا بازدم مرغ گاز هست هم معلول مرغ هست، یعنی اگر مرغ نبود بازدمی هم در کار نبود و نمیشه گفتش که واقعا همه معلول های یک علت باید به همدیگه شبیه باشن. یه مقدار این مطلب گنگیست، مطلب واضحی نیست، اثبات شده هم نیست. و من یه مثالی هم زدم، گفتم که ممکنه یه پرینتر سبودی بیاد تخم مرغ رو بسازه و خیلی شبیه تخم مرغ هم باشد، حالا صرف این که همه پرنده های تخم گذار بال دارن و نوک دارن دلیل نمیشه که هر دو معلولی که شبیه هم باشن علتاشون دقیقا شبیه هم باشن. یا یک علت فقط یک معلول داشته باشه، این رو هم ما نمیپذیریم. و یا اینکه اگر علتی چند معلول داره معلول‌هاش به همدیگه شباهت داشته باشن، این رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. یک چیزی رو میگن که معیت علی و معلولی. این رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میگن که بر اساس قاعده
جمعیت علی و معلولی معلول از علت تامه انفکاک ناپذیره و اگر علت تامه باشه باید معلول باشه و اگر علت تامه نباشه معلول هم نباید باشه. اینو ما به هیچ وجه قبول نداریم. تعریف علت چی بود؟ تعریف علت این بود که چیزی است که اگر نباشد معلول نتواند به وجود بیاید. این تعریف علت بود. علت تامه چیست؟ چیزی است که اگر نباشد معلول به وجود نیاید و اگر باشد معلول حتما به وجود بیاید. این هم فرض کنید تعریف علت تامه. دیگه این که علت باید باشد تا معلول به وجودش ادامه بدهد رو از کجا آوردید؟ فرض کنید که برای به وجود آمدن آتش جرقه علت باشد، یعنی اگر جرقه نباشد آتش به وجود نیاید. خب ما این مطلب رو میپذیریم. کی گفته باید همزمان جرقه باشد تا آتش به وجود خودش ادامه بدهد؟ این رو ما نمیپذیریم. حالا توی مثال نیرو و حرکت ما این رو داریم، یعنی تا زمانی که نیرو باشه حرکت ادامه دارد. شما فرض کنید که میزی رو در نظر بگیرید. علت به وجود اومدن میز چیست؟ علت به وجود اومدن میز ممکنه مجموعه ای از علتهای متفاوت باشه، از قوانین فیزیکی و فضا زمان و انرژی و ماده اولیه جهان هستی بگیرید تا نجار و نقشه و هدفش از این کار، هزاران چیز دیگه ای که ممکنه به عنوان علت باشن که اگر اونها نبود این میز هم به وجود نمی آمد. بسیار خب، آیا میز علت تامه داره؟ اینو من گفتم. اگر ما علت تامه رو یک چیز بخوایم در نظر بگیریم، نه، میز علت تامه نداره. میز مجموعی از علتهای ناقصه داره. حالا اگر ما به مجموعی علتهای ناقصه بخوایم بگیم علت تامه، آیا حتما باید مجموعی علتهای ناقصه که اسمش گذاشتیم علت تامه در زمانی که میز وجود دارد باشد تا میز بتواند به وجود خودش ادامه بده؟ نه، ممکنه نجار بیفته بمیره. این مجموعی علتهای ناقصه الان یه چیزی ازش کم شد، علت تامه از بین رفت و ناقص شد علت تامه. ممکنه هدف نجار از بین بره، ممکنه نقشه از بین بره، تغییر بکنه، عوض بشه. ممکنه هزاران تغییر در برخی از علتهای ناقصه ایجاد بشه که در نتیجه برایندشون رو که ما اسمشو گذاشتیم علت تامه تغییر بکنه، از بین برود، ولی اون معلول هنوز به وجود خودش داره ادامه میده. این مطلب احتیاج به اثبات داره. شما از کجا این مطلب رو گفتین؟ خب مطلب غلطی هم هست. کی گفته باید حتما علت تامه باشه تا معلول به وجود خودش ادامه بده؟ نه، حالا تو یک مثال مثل نیرو و حرکت همچین چیزی ما داریم. یعنی نیرو باید باشه تا حرکت شتابدار باشد و اگر لحظه نیرو برداشته بشه شتاب هم از بین میرود. و توی این یک مثال بود، دلیل نمیشه این قاعده کلی باشه که این رو ما نمیپذیریم، ولی این رو مطرح میکنن و ازش استفاده های عجیب و غریبی هم میکنن. یک بحث دیگه ای رو که دوست داشتم این رو هم این قسمت برای شما عزیزان بیان بکنم، علت هستی بخشه. اینا میگن وقتی یک نفر میاد یک کتابی رو به دوستش میده، در واقع داره چیکار میکنه؟ میاد، ما یک نفر داریم به نام دهنده، یه نفر داریم به نام گیرنده، یک شی داریم که داره منتقل میشه، یعنی دهنده اون شی رو میده به گیرنده، یک کار داریم کار دادن، یک فعل داریم فعل گرفتن. بعد میان میگن که اون دهنده و اون گیرنده و اون چیزی که داره این وسط منتقل میشه سه تا وجود مستقل دارن، یعنی هر کدومشون بدون دیگری میتونه وجود داشته باشه. چهار و پنج هم که فعل هایی هستن که از این دو نفر دهنده و گیرنده داره سر میزنه، یعنی اونا انتزاعی هستن. خب میان این سوال مطرح میکنن، میگن وقتی ما میگیم علت داره به معلول وجود میده، در واقع داره چه اتفاقی میفته؟ آیا یک علتی هست، یک معلولی هست و یک وجودی علت میاد وجود ور میداره میره میده به معلول؟ در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ نکته مهم اینه که اصلا علت به معلول وجود نمیده. اینا همه فکرشون اینه، میگن یه خدایی هست داره به ما وجود میدهد. نه، ما نگفتیم که علت داره به معلول وجود میدهد. این حرف اشتباهی است. این رو خواهش میکنم خود دقت کنید. ما گفتیم علت چیزی است که اگر نباشد معلول به وجود نمیآید. این حرف معنیش این نیست که علت داره به معلول وجود میده. اگر نجار نباشد میز به وجود نمیآید، ولی نجار میمیرد، میزش هزار سال بعد از او به وجود ادامه میدهد. نجار به میز وجود نمیدهد، در صورتی که نجار علت به وجود آمدن میز است. علت به معلول وجود نمیدهد. اینا این حرف اشتباه رو میزنن. بعد میان میگن که علت پس بعد با معلول معیت داشته باشه، که گفتم معیت علی و معلولی. چرا؟ چون باید علت باشه که بهش وجود بده دیگه. اگر علت یک ثانیه خوابش ببره نمیتونه وجود بده، بعد یهو اون منفجر میشه، معدوم میشه، از بین میره. خب این حرف اشتباهیست. هزار تا حرف اشتباه دیگه هم از توش داره در میاد. علت به معلول وجود نمیده. تعریف علت این بود، چیزی که اگر نباشد معلول هم به وجود نمیتواند بیاید. بسیار خب، اینا میگن چی؟ میگن وقتی علت یک جا باشه معلول خب نیستش دیگه. ما میخواییم معلول تازه علت بیاد بهش وجود بده. اگر معلول وجود داشت که دیگه چه نیازی به علت داشت؟ پس اصلا اون قسمت دوم که گیرنده باشه چیزی نیست، یعنی فقط دهنده ای هست که اونم علت باشه. اون چیزی که قرار
کنترل داده بشه که وجود باشه، اونم خودش که وجود نداره، وجود اونم یه چیز انتزاعی است. یعنی زمانی که یک چیزی به وجود میاد، ما تازه یک مفهومی رو به نام وجود داشتن ازش انتزاع میکنیم. اون فعل دادن و فعل گرفتن هم که یک چیز انتزاعی بود، پس اینجا در واقع فقط یک علت وجود داره. بعد یک بحث عرفانی مطرح میشه که میگن پس در جهان هستی فقط علت که همون خداست وجود داره و همه چیزها مفاهیمی انتزاعی هستن که ما انگار داریم از خداوند اینها رو ما انتزاع میکنیم. همه چیزها مفهوم هستن، موهوم هستند و وجود استقلالی و حقیقی ندارن. تنها خداست که مفیض است و مستقل است و وجود مطلق دارد. بچه بحث های عرفانی زیبایی. حقیقت امر چیه؟ وقتی ما میگیم که نجار باید باشد تا میز بتواند به وجود بیاید، یعنی اگر نجار نباشد میزی در کار نخواهد بود. در واقع ما اومدیم نگاه کردیم در تمام مواردی که میز هست نجاری در کار بوده است، برخلاف این چیزی که اینجا میان میگن که معیت علی و معلولی، حتما باید علت چند لحظه چند آن قبل از معلول وجود داشته باشه، یعنی باید علت از لحاظ زمانی قبل از معلول باشه. اما فلاسفه اسلامی همچین حرفی رو اعتقاد ندارن، میان میگن که علت باید همزمان با معلول باشه، حتی یک آن نمیتونه قبلش باشه، یک آن هم نمیتونه معلول بعد از علت باشه. ما همچین حرفی رو به هیچ وجه قبول نداریم. ما چیزی رو به نام سرعت انتشار موج میشناسیم. اینا میان مثال میزنن، میان میگن که مثلا دستی رو تصور بکنید که روی دستگیره در داره فشار وارد میکنه و هر دو دارن با هم حرکت میکنن، اون دست علت و اون حرکت دسته معلوله و اینا میگن نگاه کنید که چقدر با هم دیگه دارن همزمان حرکت میکنن. حالا این یک مثال هست، من گفتم اون نیرو شتاب رو شما به عنوان یک مثالی میتونید در نظر بگیرید که به نوعی معیت دارن، ولی باز در همون مثال هم ما همزمانی 100% نداریم، همزمانی 100% نداریم، به هیچ وجه نداریم. یعنی اون نیرو یک سرعت انتشار میدان داره توی جسم، درسته چون جسم کوچیکه و سرعتش خیلی زیاده، سرعت تقریبا چند هزار متر بر ثانیه هست سرعت انتشار موج فشاری توی جسم، ولی باز سرعتش بی نهایت نیست. مثلا خورشید رو شما در نظر بگیرید که داره به زمین نیرو وارد میکنه، اگر همین الان خورشید از بین بره، زمین تا 8.5 دیگه دوباره خورشیدی که نیست میچرخه، یعنی خورشیدی نیست ولی نیرو هست. چرا؟ چون این نیرو که اعمال شد یا این نیرو که اعمال نشد، این با یک سرعت انتشاری منتشر میشه به اطراف و میدانش منتشر میشود. اگر همین الان جرم خورشید دو برابر بشه، چند دقیقه بعد طول میکشد تا ما متوجه بشیم و این نیرو به ما منتقل بشود و همزمان نیست. هر چقدر هم فاصله نزدیک باشه باز همزمان نیست. این رو خوب دقت بکنه. علت چندین هزارم ثانیه، چندین میلیاردیم ثانیه باید قبل از معلول باشد. قبل و بعد وجود دارد بین علت و معلول، همزمانی نیست. و ما از کجا متوجه شدیم که این چیز علت آن چیز است؟ نجار علت میز است، چون دیدیم که بدون نجار میز به وجود نیامده. یعنی تمام میزها رو رفتیم بررسی کردیم، فهمیدیم که در تمامی موارد نجاری در کار بوده تا این میز شکل گرفته. از اینجا ما استنباط کردیم که نجار باید باشد تا میز به وجود بیاید. اتفاقا یکی از دوستان من میز رو پیدا کرد که این از عدم به وجود اومده، ناخودآگاه داشت وسط صحرای راه میرفت، از عالم غیب یهو جلوی او یک میزی ظاهر شد. پس نظر ما راجع به اینکه میز باید علت داشته باشه عوض میشه. هر زمان شما چنین مشاهده ای رو دیدید، از اون لحظه به بعد شما این مطلب رو بیان بکنید که نجار علت میز نیست. فعلا ما به این باور اعتقاد داریم که میز علتش نجار هست و چنین مشاهده ای رو ما فعلا ندیدیم. اون مشاهده دوست من رو هم تایید نمی کنیم، چون در خواب این مشاهده رو دیده و مشاهدات در عالم خواب حجت نیستن. خب بحث علت هستی بخش بحث بسیار ضعیف و غیر فایده داری بود. اینها توی بحث علت هستی بخش چنین مطلبی رو میخوان بگن، میخوان بگن که یک علت هست که وجود دارد و بقیه چیزها اصلا وجود ندارد. یعنی معلولی وجود ندارد، وجودی وجود ندارد، دادن و گرفتنی وجود ندارد، فقط علت هست که وجود دارد، بقیه چیزها فعل علت هستند. یعنی خود فعل علت که به وجود آوردن هست، خودش همون معلول است، خودش همون وجود دادن است، خودش همون وجود است. یعنی همه چیز داره از فعل علت انتزاع می شود. خب این مطلب مطلب غلطی است. من عرض کردم نجار وجود دارد، میز هم وجود دارد، نیرو وجود دارد، شتاب هم وجود دارد. درست است که شتاب با نیرو ارتباط دارد، ما ارتباط رو نمیخوایم منکر بشیم، ولی اینگونه نیستش که شتاب همان نیرو باشد. نه، شتاب همان نیرو نیست.
یا شتاب فعل نیرو باشد، یعنی نیرو وجود مستقل باشد، شتاب یک وجود موهوم و وجود انتزاعی باشد. نه، همچین مطلبی غلط است. شتاب هم دقیقا مانند نیرو یک مفهوم کاملا قابل اندازه‌گیری و کاملا قابل لمس است. و حالا فقط هم علت ها مثل شتاب و نیرو همزمان نیستن. ما علت هایی داریم که مثل میز و نجار، مثل جرقه و آتش، مثل مرغ و تخم مرغ، علت هایی رو ما میشناسیم که علت قبل از معلول وجود داشته و بلافاصله پس از اینکه معلول هم به وجود میاد ممکنه علت از بین برود و معلول به وجود خودش ادامه بدهد. بسیار خوب، این نکته مختصرم برای شما عزیزان بیان بکنم. در مورد دیدگاه هایی که در مورد علیت مطرح شده، بعضی از فیلسوفا مثل دکارت اعتقاد دارن که عقل آدم بدون دخالت حس و تجربه قادر به فهم و تصور رابطه علیت هست. بعضیا علت رو مفهوم عقلی و فراتجربی میدونن. مثلا کانت میگه تصور علیت رو که همه ما دائما به کار میبریم ممکن است تجربه پیشنهاد کرده باشد، اما این معنا ثابت نمیکند که علیت ماخوذ از تجربه است. بعضی از فیلسوفان هم مثل آقای هیوم میفرمایند که هیچ گونه مبدع فراتجربی در باب شناخت وجود ندارد و بر همین اساس علیت هم خواستگاه تجربی داره. خب من از شما میپرسم به نظر شما کدوم مطلب درسته؟ قطعا مطلب آقای هیوم صحیحه، یعنی ما هیچ مبدع فراتجربی در باب شناخت نداریم. تمام مفاهیم و تمام مطالبی که ما شناخته ایم، نمیگم تمام چیزهایی که وجود دارن، نه، تمام مطالبی که ما شناخته ایم چیزهایی است که با تجربه اونها رو به دست آوردیم. اینکه انسان روده دارد، معده دارد، جذب غذا در روده و معده چگونه صورت میگیرد چیزی بوده که وجود داشته، قبل از اینکه من به دنیا بیام هم وجود داشته. ولی من اینکه معده و روده چگونه کار میکند رو با تجربه فهمیدم. اینکه ذهن انسان چگونه کار میکند این مطلبی بوده که وجود داشته، ساختار ذهن انسان ساختار مشخصی بوده حتی قبل از تولد من. ولی اینکه من فهمیدم که ذهنم چگونه کار میکند این مطلبی است که من با تجربه به دست آوردم. اینکه در جهان هستی چه قوانینی برقرار هست این مطلب رو من با تجربه فهمیدم. بله، قانون جاذبه میلیاردها سال قبل از اینکه موجود زنده باشه بوده، ولی قانون جاذبه رو من با تجربه فهمیدم. ممکن است در جهان هستی قانونی به نام قانون علیت وجود داشته باشد که توی قسمت قبل راجع به اصل علیت صحبت می‌کردیم گفتم که اصلا با تعریف واضح و صحیحی هم از اصل علیت نداریم. ممکنه چیزهای مختلفی رو به نام اصل علیت مطرح بکنن که ما تقریبا میشه گفت هیچ کدومش هم به صورت کلی قبول نکردیم، اما اصل علیت رو من با تجربه فهمیدم. حتی اون تعریفی که میگفت هر معلولی علتی دارد که قضیه تحلیلی بود، این رو هم باز من با تجربه فهمیدم. یعنی قضایای تحلیلی هم باید تجربه بشوند تا انسان به صدقشون حکم بدهد. یعنی اون تحلیل باید راجع به مفهوم موضوع صورت بگیرد، ما برویم ببینیم تعریف موضوع چی بوده، بعد برویم ببینیم که محمول یکی از ذاتیات موضوع هست و بعد طبق تجربه بدانیم که اگر ما یکی از ذاتیات موضوع رو بر اون موضوع هم بکنیم قضیه ما صادق خواهد بود. اون وقت بگیم که پس این قضیه هم صادق است. یعنی حتی قضایای تحلیلی هم در واقع به نوعی از تجربه در صدقشون استفاده شده است. خب بیشتر از این باز روی مسئله من توقف نمی کنم. به عنوان مطلب آخر توی این قسمت یک مطلبی هم هست، تعریف ریاضی علیت. اینم بد نیست، یک تعریف آماری است که آقای گرانجر برای علت بیان کردن و جالبم هست که به خاطر همین به ایشون جایزه نوبل اقتصاد دادن و مطلبشون هم مطلب جالب و صحیحی است و ایشون از این اصل استفاده میکنن که میگن علت از نظر زمانی بر معلولش مقدمه. خب این درست. حالا چه چیزهایی بر معلول مقدمه؟ یه سری رو در نظر بگیرید، یه سری زمانی، مثلا وای رو در نظر بگیرید. این وای در زمانهای گذشته بوده، الان هست و در آینده هم فرض کنید که خواهد بود. اگر ما اومدیم یه رگرسیون خطی انجام دادیم، گذشته وای رو در نظر گرفتیم و اومدیم با گذشته وای آینده وای رو پیش بینی کردیم، از طرف دیگه ما یه سری دیگه داریم به نام سری ایکس، اینم در گذشته مقادیری داشت، اومدیم با استفاده از مقادیر ایکس آینده وای رو پیش بینی کردیم و به وسیله ایکس اومدیم یک سری اعداد دیگری رو برای آینده وای به دست آوردیم. بعد اومدیم نگاه کردیم، دیدیم که در واقع آینده وای اون چیزی است که به کمک ایکس پیش بینی کردیم.
از اینجا نتیجه میگیریم که x علت y هست، یعنی فرایند x علت فرایند y هست، چون اگر قرار بودش که x علت y نباشه، y با گذشته خودش باید قابل پیش بینی می بود. حالا میخوام من مبحث ایشون رو اثبات بکنم، ولی مبحث قابل درکی است و صحیح هست و یک اصطلاحی هم ایشون به کار بردن، گفتن به طرز معناداری، یعنی گفتن که اگر هرگاه مقادیر گذشته سری زمانی x t در پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی وایتی به طرز معناداری بیشتر از مقادیر گذشته خود وایتی کمک بکنه، اون وقت میگیم که فرایند x علت فرایند y است. اینجور اصطلاحاتی که ما میفهمیم، ولی بعضی وقتا در مقام عمل ممکنه ما رو دچار شبهه بکند. این طرز معنادار، حالا توی مثال خاص میگیم حالا این معنادار هست یا نه، و ممکنه دچار شبهه بشیم. معیار خیلی قطعی نیست، مثلا تو خود همون همزمانی های معنادار همین مطلب ممکن بود شبهه بشه. ما 5 بار دیدیم که پس از یک پدیده، پدیده دوم اتفاق افتاد. آیا این همزمانی معنادار هست یا باید بیشتر اتفاق بیفته؟ بعد حتما مثلا 20 بار بشه تا بشه معنادار. حالا اگر اینم معناداره 3 بار چی؟ آیا 3 بار همزمانی معنادار هست یا نه؟ 2 بار چی؟ خب میبینید که یک مقداری عرفی میشود، یعنی یک مقداری ممکنه سلیقه‌ای بشود در بعضی زمان ها، ولی خب قطعا در دفعات زیاد این سلیقه‌ها و این ابهامات برطرف میشه و انسان تقریبا میشه گفتش که یقین میکنه که فرایند الف علت فرایند به هست، یعنی این همزمانی واقعا معنادار هست. حالا همزمانی هم من نگم که اشتباه بشه، این تقدم زمانی، این پی در پی بودن زمانی معنادار خواهد. بسیار خوب، امیدوارم که این قسمت هم برای شما مفید بوده باشه. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.